زرتشتی، روحانی مسیحی. روحانی یعنی باید روح با روح رابطه داره. جی این یارو مار میبینه دستشویی میکنه تو خشتکش، چطوری روح ببینه؟ اصلا روح مگه میتونه حس کنه؟ اصلا به چیزی مگه میرسه؟ وقتی شما میگی روحانی یعنی این روحانی، حالا الحمدلله الان میگه عارف بالله و عارف طولاه و عارف قبل الله و اینا همینطور اومده الحمدلله، همه هم ماشاءالله میمیرن، چشم برزخیشون به اندازه 6 متر در 20 متر وازه، خدا رو شکر همشون هم زرت و پورت میکنن، همشون هم دهنشون سرویسه. یعنی اگر من چه خیلی چیزایی میخوام بهتون میگم بدونید، 99% شما مردمی که دارین این برنامه رو گوش میکنین و اونایی که خارجی هن بعدها به زودی شاید به زبانشون پخش خواهد شد میفهمید که اینطوریه، اینا هیچ کنه میشین جهننده نمیرن. شماها همه تون این دنیا تو 7 میلیارد این موضوع رو میفهمی و باید بفهمی، وقتی مردی تو 700 میلیارد بعد این موضوع رو بفهمی. همینطوری که عشق و حال اون بر فرق میکنه. ببین من الان حاضرم 500 میلیون دلار بدم یک ماچی از مریم مانرو بکنم، میگی سید مرده، آجی آجی مرده، آجی سیدت کشتن. آره ولی وقتی مردی اونجا میبینی دخترای خوشگلی که قبلا مرده بودن همه اونجا برای ازدواج آمادن، آجی دختر بازی اون ور باحاله نه این ور. تعداد اینجا 3.5 میلیارد دختر من بعد انتخاب کنم بینش، اونجا بین 600 میلیارد بعد مثلا انتخاب کنم، همه مرده ها هم زنده شدن، پولا مثلا عشق و حال و دیسکو و اینا اون برا باحاله که خب با هم خواهیم دید. به هر حال این کسایی که تنها کسانی به جهنم میروند، شنونده محترم، اگه جهنم و بهشتی که تازه تعریف دینیتون میگین که ما اصلا اهل تصوف نگرشش به این اصلا یه چیز دیگه، اصلا اینو رو حواس کل نه الان بذار بخونم، اصلا اینو بذار چون میخواستم آخر برنامه توضیح بدم اینو میخونم. ولی بهشت و جهنم، جهنم فقط به فقط کسانی میرن یه ضرب و بیشرفترین آدم های تاریخن، کسانی که در دلشون دشمنی با انسان کامل دارند و یا مقابل انسان کامل نیستن. یعنی اگر تو وبسایت ادیان نیوز و فرق نیوز و که داره فوش میده به تصوف، یا مثلا خانوم آقای مکارمی، اگر در دل شوهرتو یک ذره دوست داشته باشی دهنت سرویس، رحم نمیشه. ببین من این ببین چقدر محکم میگم، مردم به جهنم هیچ کی نمیره، خیالت راحت بشه. چرا؟ چون تو زبالای مولوی میگه، من نمیگم، مولوی میگم، ما زبالای ما بالا میریم، خلاصه این قده تکون میخوره. حالا تو این دنیا تو 100 سال نشد، تو 100,000 سال به هر حال بعد این تکون بخوره، بعد این موضوع رو بفهمی و خواهی فهمید. ولی کسانی که دشمنن هیچ رحمی بهشون نمیشه. یعنی صافی گلپایگانی هیچ راه نجاتی بیچاره نداره، صدام داره. ببین چقدر قوی حرف میزنم، این همه کشته، این همه صدام ممکنه داشته باشه. خوشگله مثلا شما میگی فلان، آره، ولی این اصلا نداره هیچ راه. مثال میزنم چرا میخوان فلان آدم داشته باشه، نمیدونم. و نکته مهمیه، مثلا آقای شیخ بهایی، عارف بزرگ، صوفی بزرگ، دیگه اند دانش، دیگه شیخ بهایی، دیگه شیخ بهایی، وقتی میگیم شیخ بهایی این 10 تا نیوتن، 20 سال ادیسون، دانشمنده این آدم، که فقط حافظ قرآن و پرانه پرانینا نبوده، که همه چیز فول بوده، بعدن فهمید که اشتباه کرده، که کتاب خونده، فقه خونده، قرآن حفظ کرده، بعد راه ریستارت چون پیدا کرد موضوعش فرق میکنه. توی یه شعر